سوره مبارکه طه هست. طه نامی از نامهای گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و لقب رسول الله است. و سوره طه سوره مکی هست، از اون سوره هایی هست که اوائل نازل شده. سوره ای هست که مطالبش بسیار زیبا، نغز، جالب و پر تأثیر. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ همین آیات را شنید، ایمان آورد، چنان تأثیر گذاشت. لذا از نظر ترتیب 45 سوره هست که در مکه نازل شد و ربط این سوره را ابتداعا عرض می کنم با سوره گذشته. در سوره مریم که شما خواندید و قبل از مریم سوره کهف است، در این سوره ها پاسخ شبهات بود، قبلا عرض کردم، پاسخ شبهات نسبت به بعضی از بندگان خاص خدا، مثل درباره عیسی، درباره زکریا، درباره مریم، درباره اصحاب کهف، درباره خضر پیامبر، همه اینها را خداوند در این سوره ها جواب داد. این اشکالات بر توحید بود که در اینها آثاری را انسان میخواند که احساس میکنه اینا از بقیه انسان ها فرق دارند. آیا اینها بخشی از خدایی خدا را داشتند، بخشی از تصرفات الوهیت را داشتند؟ علیه بالله الله جواب داد نه، هر چی دادیم اونها ما دادیم و الا اونها بندگان عاجزی بودند، اونها بندگان ناتوان خدا بودند، در حاجات خودشون از خدا میخواستند. زکریا میگفت خدای تو به ما بده. درباره اصحاب کهف انشاءالله میخوانیم، اونها برای نجات خودشون دعا کردن، خدایا تو برای ما چاره بساز. لذا هر چی کرامتی بوده هم خدا بهشون داده، قدرت به دست خدا، اونها بنده خدا بودن. خب پس در این دو سوره کاملا شبهات مرتفع شد. وقتی که شبهات مرتفع شد معناش اینه که نه پیغمبری از پیغمبران خدا، نه ولی از اولیاء خدا مثل اصحاب کهف و نه غیر اینها، هیچ کسی قدرت خدایی نداره، تصرف خدایی نداره، همه اینها عباد پروردگار هستند، بندگان خدا هستند، عبیدند که خودشون حاجاتی داشتند، خودشون مشکلاتی داشتند، خودشون مصائبی داشتند و خدا را زاری می کردند. لذا الان که شبهات مرتفع شد، معلوم شد خداوند در ذات و صفات یگانه هست، هیچ کسی قدرت دیگری نیست. لذا اکنون در سوره طه می فرماید ای پیامبر من، این مسئله توحید را الان خوب تبلیغ کن، به همه برسان، هیچ از مصائب و از مشکلات در این راه نترس، موسی گونه باش. ببین موسی چطور تبلیغ کرد، ببین موسی در مقابل فرعون و قومش چگونه مشقتها را برداشت کرد. بیشتر در سوره طه ذکر چی هست؟ موسی هست، الگوی خدای تعالی بیان میکنه. پس در سوره طه ما دو موضوع داریم، یک توحید، دو تشجیع. پیغمبر را خداوند تشجیع میکنه که در مقابل فرعون ها بیست، خدا یاریت میکنه، همان گونه که موسی ایستاد خدا یاریش کرد. لذا قبلا هم خدمت شما گفتم که داستان موسی با داستان رسول الله خیلی مشابهت داره، حتی ظلم و شکنجه ای که بر اصحاب موسی میشد، آخر فراری که موسی کرد، ترک وطن کرد موسی، بنی اسرائیل را برداشت، عینا مثل همون که رسول الله کرد، پشت سر بعد از اینکه رفتن خداوند شکنج عذاب داد فرعونی ها را، همینطور اهل مکه را. کلا داستان موسی با داستان رسول الله مشابهت داره. پس یکی از بهترین نمونه ها که هم تشابه زیادی داره با شرایط مسلمانان داستان موسی است. به این خاطر داستان موسی با تعبیرات مختلف گوناگون زیاد آمده، اونقدر که داستان موسی آمده داستان هیچ کسی
ذکر نشده. بله طه یعنی یا طه، ای طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نازل نکردیم بر تو قرآن را لتشقى تا در مشقت واقع بشی، تا به رنج بیفتی، تا رنج بکشی. نه قرآن نیامده که تو رنج بکشی، ای لتتعب، تا که خودت را خسته کنی، خودت را رنجور بکنی. وظیفه تو این نیست که جوش بزنی، رنج تحمل بکنی، الا تذکره لمن یخشا. هدف نزول اینه که به وسیله این قرآن تذکر بدی، به وسیله این قرآن پند بدی کسی را که بترسد از خدا. یعنی نه اینکه خیلی رنج بکشی و جوش بزنی چرا ایمان نمی آورد. لتشقى یعنی لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، خیلی حسرت بخوری، تأسف بخوری، چرا ایمان نمی آورند، چرا کفر کردند، چرا فلان کردند. برای این ما قرآن را نفرستادیم، فقط فرستادیم که مطالب و مزامین این قرآن را به اونها برسونی. دیگه ناراحت نکن خودت را. الا تذکره لمن یخشا، مگر برای اینکه این قرآن پندی باشد برای اون انسان هایی که یخشا، از الله می ترسند. مستفیدین من الآیات. حال توحید، اول گفتیم در این سوره توحید است و بعد تشجیع، حالا توحید، و هم توحید است و هم اهمیت آیات. تنزیلا ممن خلق الارض، این قرآن را نازل کرده اون ذاتی که تمام این زمین را آفرید، و السماوات العلا، و همچنین اون ذاتی که آسمان های بلند دوباره را او آفرید. این آسمان را با این عظمت، با این بلندی اون ذات آفرید. الرحمن یعنی رحمان، اون ذات ذات مهربان است، ذات رحمان است. علی العرش استوى، بر عرش قائم شده، بر عرش قائم شده که از متشابهات است و میشه گفت کنایه است از حکومت و قدرت و سلطنت او. له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای اون الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین است، و ما بینهما و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است، و ما تحت الثرى، و آنچه که زیر این زمین ها است. ثرى یعنی هفت طبق زمین، زیر اون زمین هر چی که اونجا هست همه در اختیار و قبضه قدرت الله عز و جل هست. این بیان تصرفش است، این تصرفش کامله، تصرفاتش در آسمان ها هست، در زمین هست، ما بین آسمان و زمین هست، زیر زمین هست، فوق سماوات هست، همه جا هست. شرط اول معبودیت و الوهیت چیه؟ تصرف کامل. و شرط دومش علم کامل. و این تجهر بالقول، اگر سخن بگویی، بلند بگویی، این بیان خواص علمی باری تعالی است. فانه یعلم السر و اخفا، یعنی بدان که خدا میداند. بلند بگی یا آهسته؟ چرا؟ چونکه الله تعالی میداند سر آهسته را و اخفا، السر هم پایین تر و آهسته تر را. سر اون است که شما چیزی بگی که کسی بشنود. آهسته میگی اون رفیقت که تو گوشش میگه، با او میگه، او میشنود. این سر است، شما دو نفر با هم صحبت میکنید. اخفا اونه که از اونم پایین تر باشد، یعنی خدا همه چیز را میداند. لذا وقتی که علمش هم کامل است، قدرتش هم کامل است، نتیجه میگیریم الله لا اله الا هو. پس الله اون ذاتی است که هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست به جز او. له الاسماء الحسنى، فقط و فقط برای او هست نام های زیبا و صفات زیبا. در سوره اعراف خواندیم نه، اسماء حسنا الله تعالی زیاد هستند که صفات پروردگار، صفات سلبی، صفات ایجابی، همه اختصاص به الله دارند. لذا تا اینجا توحید، دو تا
از خواص توحید، خواص باری تعالی بیان شد که قدرت کامل و علم کامل، بعد از اون الله لا اله الا هو. پس از این الله تعالی می فرمائے و هل اتاک حدیث موسی، اون توحید بود، این تشجیع هست. الان پیغمبر را تشجیع میکنه، میگه ببین موسی را، آیا پیش تو آمد سخن موسی؟ سخن موسی در چی؟ ببین مسوق یا هم مسوق لترغیب النبی صلی الله علیه وسلم، این آیه آورده شده که رسول الله را ترغیب بکند فی الاعتصاء به موسی، این که به موسی چی بکن؟ از موسی تقلید بکن، یعنی به موسی نگاه کن. فی تحمل اعباء النبوت و الصبر على مقاصات الخطوب فی تبلیغ احکام الرساله، که در راه نبوت چه سختی ها کشید و برای تبلیغ و پیام پروردگار چه مشکلاتی را تحمل کرد. و هل اتاک حدیث موسی، از سخن موسی خبر داری؟ از داستان موسی خبر داری؟ خب ابتدا از اونجا الله تعالی آغاز می فرماید که در هر سوره یک چیز را خدا ذکر می کنه. در یک سوره مد نظر این هست که موسی چطور در خانه فرعون خدای تعالی با قدرت خودش موسی را نگهداری کرد، حفاظت کرد، بیشتر اون بودش. در یک سوره موسی چگونه فرعون را تبلیغ کرد و بعد خدای تعالی چطور فرعون را غرق کرد، این یک بعد دیگرش. زاویه های بسیار زیادی داره داستان موسی. و اینجا از اونجا آغاز می فرماید که موسی علیه السلام بعد از اون سختی ها، بعد از اون اول سختی های خودش، مادرش در خانه فرعون فرار کرد، اونا تمام را فاکتور گرفتند و از اونجا که از راه مدین داره میاد به طرف مصر. البته این مطلب را خواستم به شما بگم که موسی علیه السلام از مدین داشت به مصر می آمد، راه را اشتباه رفت، به طرف سینا رفت، اونجا کوه طور شب اون نور را دید. بعضی میگن نه، موسی نمیخواست بیاد به مصر، موسی دیگه از اینجا فراری بود، موسی داشت به طرف شام میرفت، چون میدونست که سرزمین آبایی و اصلی کجاست؟ شام هست، داشت به شام میرفت، راه را گم کرد، راه را گم کرد. اونجا که نبوت خدا بهش داد گفت به شام نرو، برو مصر. گفت خدای اونا منو میکشن. گفت نه، من تو را حفاظت میکنم. لذا بعضی مفسرین این اعتقاد را دارن که موسی قصد آمدن به شام را داشت، به مصر نداشت. الا ای حال، در راه بازگشت از مدین بود، یا به مصر یا به شام. الله می فرماید و هل اتاک حدیث موسی، آیا پیش شما آمد سخن موسی، داستان موسی؟ اذ رآ نارا فقال لأهله، زمانی که آتش را دید گفت به اهلش امکثوا، اینجا بمانید. قبلا خدمت شما گفتم کلمه اهل صیغه جمع مذکر است. کلمه اهل صیغه چی است؟ جمع مذکر است. اینجا همسرش یک نفره، ولی به اونها میگه امکثوا، شما اهل اینجا بمانید. بحثی از فرزند اینجا قرآن نیاورده. اینی آنست و نارا، من آتشی را مشاهده کردم، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید بیاورم برای شما از اون آتش شعله ای را، او اجد علی النار هدا، یا بیابم بر آتش راهنمایی، کسی که راهنمایی بکند و هدایت کند. چون که می دونستند و برداشتشون این بود که اون آتش در کنار اون آتش لابد افرادی هست که ما را راهنمایی کند در این شب گم شدیم کجا بریم، لذا هدن هادی ببینیم، راهنمایی ببینیم. فلما اتاها نودی یا موسی، وقتی که پیش آن آتش آمد، یعنی پیش اون نور آمد، نودی یا موسی، ندا شد ای موسی، اینی انا ربک، همانا من متکلم بلا کیف، منی که صدایم را احساس میکنی،
انا ربك من رب تو هستم، فاخلع عن عليك، کفشت را در بیار، کفشت را در بیار. این که بعضی میگن که کفش موسی حتما آلوده بود و پاک نبود، نه اینا نادرست، اینا ثابت نیست. در جای مقدسی که قرار میگیری ادب تقاضا میکند که کفش را در بیاری، با کفش نباشی. لذا کفشش را در بیار به بدلیل اینکه انک بالواد المقدس طوا، تا در یک وادی مقدس قرار گرفتی، وادی پاکی، که اون وادی کی باشد؟ طوا باشد، وادی طوا. ببینید موسی علیه الصلاه والسلام کفشش را که دستور یافت که در بیارد به خاطر ادب بود، به خاطر احترام بود. به همین خاطر ما ادب تقاضا میکند، گرچه جایز است که انسان اگر کفشش پاک باشه نماز جایز است، اما ادب تقاضا میکند که بدون کفش نماز بخوانی، او خلاف ادب است. با کفش نماز خواندن جایز است ولی خلاف ادب است. شما شاید اعتراض بکنید که خب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار در نعلین نماز خواند. رسول الله پیامبر خدا هستند، رسول الله راه را برای امت در واقع تشریح میکنه، راه را برای امت میخواد نشون بده. لذا گاهی امکان داره شما کفش داشته باشید و کشیدن کفش ها برای شما حرج باشه، مثل این مجاهدینی که در جبهه های نبرد هستن، همیشه پوتین پایشون هست، اونا را اگر بخوان در بیارن نیم ساعت طول میکشه در بیارن و پاک کنن. لذا در چنین مواقع بله با کفش بهتره، کشیدن کفش حرجه. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر یک بار در عمر خودشون با نعلین نماز خواندند، به خاطر اینکه نشان بدهند برای کسانی که مشکل است گنجایش این هست. پس اونجا ما میگیم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای بیان جواز خلاف استحباب عمل کردند، و پیغمبر میکنه گاهی خلاف اون چیزی که مستحب هست هم عمل میکنه. برای چی هست؟ برای بیان جواز است. مثل اینکه در رابطه با بول و ادرار کردن بلا نسبت، همینه که ایستاده نباشه، نشسته باشه. اما در یک موردی هست که رسول الله ایستاده انجام دادند. خب بعضی میگن چون که اونجا جای مناسبی نبود، در حدیث آمده سباتت قوم آشغال بود و گند ریخته بود، اگر می نشست لباسش آلوده میشه. بعضی میگن که زانویش مشکل داشت، ولی اصلش اینه که یک بار خلاف استحباب انجام دادن برای بیان جواز است، جایزه. یعنی کسی اگر حالت اضطراری داشته باشه، مشکلی داشته باشه، زانوش درد میکنه، نمیتونه بشینه، یا در جایی هست که مناسب نشستن نیست، خیلی جاها وضوخانه ها تو این کشورهای پیشرفته ایستاده باید انسان ادرار بکنه، در چین جایی مردم مجبورند. لذا اونجا اگر کسی ایستاده بکنه اون خلاف ادب دیگه حساب نمیشه، حالت اضطراری. اون یک بار اگر انجام داده برای چی بوده؟ بیانه جواز، که ایک راهی برای امت واز بکنه. پس اگر رسول الله با کفش نماز خوانده، معنیش این نیست که هر کسی بگه کفش من نو هست بیاد تو مسجد با کفش، نه، این خلاف ادب است، خلاف استحباب است. به همین خاطر الله عز و جل به موسی علیه السلام نه اینکه کفشش آلوده بود، بلکه در وادی مقدس آمده علت هم نوشته انک بالواد المقدس طوا، نگفته که نعلی تو چی هست؟ آلوده هست، تو در وادی مقدس هستی. لذا ادب ایجاب میکنند کفش در بیاری. اینی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، طوا اسم وادی هست، و انا اخترتک، اصل اول رسالت، و انا اخترتک، من ترا انتخاب کردم ای موسا، فاستمع لما یوحا، گوش کن آنچه که وحی میشه به سوی تو. مطلب اول توحید، اولی مطلب توحید، اننی انا الله،
همانا من الله هستم، ما اون معبود هستم که لا اله الا انا، هیچ معبودی لایق پرستش و لایق عبادت نیست بجز من، فعبدنی. نتیجه این میشه فای فسیح هست. یعنی اذا کان الامر کذالک، اذا کان لا اله الا الله فعبدنی، فقط مرا عبادت کن، فقط مرا عبادت کن. و اقم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من برپا بدار. یعنی هر وقت میخوای خدا را یاد کنی، بهترین صورت یاد خدا نماز خواندن است. و اقم الصلاة لذکری من غیر شریک، علامه ابن کثیر نوشته، با اینکه مرا بدون شریک میخوای یاد کنی، نماز برپا بدار. و الله تعالی دو اصل اینجا به موسی بیان میفرماید، یکی مبدا یکی معاد. مبدا چیه؟ اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. و معاد دو اصل دوم هست، از یک جهت اصل سوم میشه، چون هم توحید آمد هم رسالت. قبل از همه بحث رسالت بود، انا اخترتک، این اصل اول اینه. اما این اصل رسالت از نظر رتبه بعد از توحیده، اما اینجا مقدمه، چون توحید و معاد را ما به وسیله رسالت میفهمیم. تا رسالت نباشد کجا انسان به توحید میرسه؟ پس اصل اول رسالت، اصل دوم توحید، و اصل سوم ان الساعت آتیت، همانا قیامت می آید. این تخویف اخروی است. کی میشه خدایا؟ الله تعالی می فرماید که اکاد اخفیها، اکاد اخفیها یعنی قریب است من از همه خلق را مخفی کنم، هیچ کس نمی داند کی هست بجز الله. اکاد اخفیها عن جمیع الخلق، از تمام مخلوقات قیامت را نزدیک است که من چی بکنم؟ مخفی بکنم. اما بعضی از مفسران، ببین در این که قیامت وقتش معلوم نیست، صدها نکته و منفعت و فایده توش هست. اگر انسان ها می دونستند که قیامت کی میاد، یا انسان ها زمان وفات خودشون را می دانستند، انسان خیلی از نظر عمل سستر می شد از اون چیزی که الان هست. مثلا تاریخ می داشتیم که 2000 سال بعد قیامت است، 50 سال دیگه هم می میریم. خب انسان می گذاشت برای اون لحظه آخر، انسان تنبله. و ابن عباس رضی الله عنهما می فرمائی اکاد اخفیها، اینجا حتی از خودم، یعنی اینقدر مسئله قیامت باید سری باشد و باید مخفی بماند که نزدیک بود من پروردگار از خودم هم مخفیش بکنم. این مبالغه هست، این ممکن نیست، این مبالغه هست، این کنایه از این است که خیلی سریه، فوق سریه. چنانچه تفسیر خالد نوشته از ابن عباس که ای اکاد اخفیها من نفسی فکیف یعلمها مخلوق و کیف اظهرها لکم. ای موسی اصلاً نزدیک بود مخفیش کنم، بس طور برای تو بگم، برای مخلوق دیگه بگم. اصلاً یه وقتی فکر نکنید که تاریخ قیامت را بدونید، هیچ کسی نمیدونه. این از خواص باری تعالی است. این ساعت آتیت، قیامت می آید، اکاد اخفیها، نزدیک بود که من اون را مخفی کنم. تجزا کل نفس بما تسعى، این غرض قیامته، هدف بعثت قیامته، پاداش داده بشه هر نفسی به اون چیزی که تلاش کرده. ما حاصل تلاش، نتیجه سعی، هر چی بود اساس باید جزا داده شه. قبلا نکته تشریح کردم، باز کردم که واقعا وقوع قیامت است. اگر قیامتی نباشد واقعا ظلم است، چون که انسان ها زیاد
هستند. انسان فرند یکی هست، انسان خوب یکی انسان بده، یکی ظالمه یکی عاده، یکی آدم آزار یکی دیگه برای انسان خدمت میکنه، یکی مؤمنه یکی کافر، یکی مشرک یکی موحده، یکی فاسق یکی صالح. خب هر یکی 70-80 سالگی میکنه. این 70 سال خودش را با ایمان و قوا و خدا ترسی و نیکی کردن و عدل و عدالت و همه نکات ریز و روشن قیم میکنه در حقوق الله و هم در باب حقوق العباد. اینی که دیگه برادرش همسایش رفیقه همون انداز عمر میکنه، اما این 70 سال همش فساد، همش ظلم، همش آدم آزاری پر میرن پیش دنیا. اون یکی اینقدر زحمت کشیدی برای او بود، باید یک جایگاهی باشد، یک میدانی باشد تا که لتوزا کل نفس بمات. هر انسانی بر اساس سعی و تلاشش پاداش من لا یؤمن بها. باز دارد شما را از ایمان به قیامت ندارد و تبع هواه و تابع خواهشات و تقدر پس هلاک شده. انسان هلاک شده و بعد بیچاره اعتقاد ندارد و تبلیغ میکند برای عدم قیامت که قیامتی در کار نیست. وقتی اون تو را از ایمان آوردن به قیامت منزل کردن یعنی فصل کن ایمان بها و العمل بها. بخره خداوند از وقتی که موسی را بردید این رسالت را بهش داد. بعد از اینکه این ستا از عدا رساله دید که ستا از اصول را بهش داد فقط دوار از این ماز اقیم زیدی. بعدا موسی علیه السلام را الله پرسید و مطل کبیمی که موسی علیه باید موسی پیش فرعون و پیش بنی اسرائیل ادعا بکنه دلیلی داشته باشه که پیغمبر خداست. هر چی بیادی هیچ مدرکی هیچ حدتی داشته نباشه نمیه بلکه باور کرد. لذا خدا ما دلیل بده مدرک را بهش میپرسد و ما تلک بیمینک یا موسا. این چیه دست ای موسا؟ قال هی عصای این عصای من علیها منافع اثار میگه اتوکل علیها بر تکیه میدم ای خسته میشم و اهش بها غمی به وسیله این بر میزدم از درخت ها برای گوسفندم ولی فیها معاد اخرى برای در این منافع دیگه است. الله تعالی میفرما خب بیا قال القها جزء بلس قال موسى بيانداز عن راي موسى فالقى موسى نره ده ها بار خدمت شما عرض کردم جزه به دست پیغمبر ظاهر میشه. اختیار معجزه به دست پیغمبر نیست، خود پیغمبر خبر نداره چه خبره چی میشه. از وقت معجزه کلیدش به دست پیغمبر نیست، چطور یه خرافاتی از معجزه استدلال میگیره برای پیغمبر قدرت خدا دارن علی ایاز الله. معجزه به دست پیغمبر خدا، پیغمبر از معجزه خودش میترسه، خودش فرار میکنه، معجزه به دستش نیست. فالقاها اون انداخ فاذا هی حیت تسعا. در این هنگام حیوت حیت مار ضعیف را میگند. قبلا این تعرض را خدمت شما ذکر کردم، ظاهر تعرض میگه ثعبان، ثعبان اجدای بزرگ را میگن، حیه اون کوچولو را میگن، اون که خیلی باریک است ثعبان بود یا حیه بود. از نظر جوه ثعبان بود، اما از نظر هرز بودن، از نظر سی بودن مثل چی بود؟ مثل حیه بود. فیدا حیه تسعا در این هنگام اون بود که میدید مثل مار ضعیف لاغر. قال حولا
بگیر آن را ای موسی نترس، نترس که این یکی از معجزاتی ما به تو میدیم. سنعیدها سیرتها الاولا، ان قریب ما برمیگردانیم اون را حالت اولش. عزت بگیر، تحویش بگیر. معجزه دوم، یدک الی جناحک، بسپر دستت را به بغلت، تخرج به سفید خارج و درخشنده که من غیر سو سفید بد نباشد. سفید مثل دی برست غیر سو نیست. سیدرت من غیر سو آیتا اخرى، یعنی ها این آیه دو موجز بود خود ها آیه اخرى. این موجزه اما اینها هنوز در مقابل اون آیات که نشون بدیم چیزی هستن. لنوری که من آیاتنا الکبرا، این دو آیات را بگید شام آیات کبرا. آیات کبرا چیه؟ حلاکت فرمان هست و فرمان مدیر کسیدن تصورش قبل نیست برای کسی. چنان میخ زدم تو زمین کسی فکر نمی کنه مد مقابل چون فرعون این طغا بفرعون قیان ده سرکشی کرده برو تفیش کن برو تفیهتش کن. اما موسی علیه السلام چند معروض در مزات پنجگانه موسی پنج چیز از خدا بخواد. خدا عز و جل بهش میده، یک قال رب اشرح لي صدري، بار اله سینه من را باز کن. سینه بازی داشت باشم که نترسم. سینه وقتی که گرفت بشه من رسالت را اونطوری که حتی سینه بازی داشت باشم به تعمال دمس باشه. دوم ويسر لي امري كرم اصلا مش سفم واحلل عقدة من لساني بخشي بزبان الناس ان رباص بندش. الله اعلم تفسيرها نوشته انت رويتها تفسيري هاي كده در همون زمان كده موسى بالريش فرعون و کشید فرعون از آقایم اینطور اغده داره اغده داره لب و درد که داره ریش من را میکشه و گفت که باید این بکشم همون این همترش بی آسیه بنت زاحم رضی الله عنها و علیه السلام ذری کرد منت کرد. خدا من مهر موسی را در دلش بود یک مادر برای موسی نکنیم چه یه جدونه گفت نمیبینی تا من نمیبینی حمله میکنه به من آخر آسی اما کن یه هشتی و یه ظرفی بالاخره گذاشتن یک قسم جواهره و قسمتش آتش و اخگر روشن زغال روشن. گفت که جلوش بزن اینا دیشه موسی علیه السلام فتی که به طرف جواهرات بود در میلوات به همین دست به طرف آتش بود و هم که آتش رو برداشت و از بس که دست پاچه شد تو دهنش برد بالاخره زبانش سوخت. بعد از اون این لکنت پیدا شد. فرعون هم اذعان کرد که نه این بچه نمیدونه لذا از او گذشت. از اون زمان این بندش و این لکنت برای موسی باقی مانده بود. خب انسان وقتی که لکنت داشته باشه خوب مطلب را نمیتونه بیان بکنه. لذا موسی از خداوند میخواد که باید برای پیام تو و رساندن پیام تو فصیح و بلیغ باشم، زبانم بندشی داشته نباشه. این را بردار. خداوند این را هم برداشت.
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تاكي قول من رب فهمت معروز چارم واجعل لي وزيرا من اهلي برای من وزیری از اهل من بگردان نائبی باشد که هر جا معین من باشد من اگه تبلیغ میکنم او من تایید بکند یا او ذکر و یاد خدا را بکند دعا بکند یا در غیاب من کارها را انجام بده هارون یعنی هارون من اهلی هست یعنی هارون که اخی برادر من هست اشدد بهی ازری یعنی پشتم را با او قوی بکن اشدد بهی ازری یعنی قو بهی ظهری تفسیر قرطبی گفته قو بهی ظهری مرا قوی بگردان پشتم را گرم بگردان به وسیله اون و اشرک و این پنجمی معروض است او را شریک بگردان در امر من در امر رسالت تا اینکه ما دو نفر باشیم از یک نفر قوی تر میشیم هم ذکر تو زیاد میشه هم تسبیح تو زیاد میشه هم تبلیغ کی نسبحک کثیرا تا اینکه ما به کثرت تسبیح تو بگوییم به کثرت پاکی تو بیان کنیم و نذکرک کثیرا و زیاد تو را یاد کنیم معلوم میشه برای اینکه موفق بشه موسی علیه السلام در ادای رسالت تبلیغ برای موفقیت نیاز به چیه؟ ذکر و تسبیح زیاد هر کاری که میخواید انجام بدید میخواید اون کار موفق بشید اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا چه کارتون جهاد است چه کارتون روزه است چه کارتون تصنیف و تعلیف تدریس هر کاری که اون کار خودش هم عبادت باشه روح اون کار تقویت اون کار به وسیله ذکر میشه اینجا ببینید موسی علیه السلام داره رسالت خدا را انجام میده امر به معروف نهی از منکر وظیفه اصلی این خودش یک عبادت بزرگیه اما این عبادت وقتی توأم با ذکر باشه آمیخته با یاد الله و ذکر خدا باشه دیگه این تأثیرش فوق العاده میشه این روح دار میشه این جاندار میشه لذا موسی میگه کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا زیاد تو را ذکر کنیم آلوسه گفته مراد ذکر المراد ما یکون منها فی تضاعیف اداء الرساله در لابلای اداء رسالت تو را به کثرت یاد کنیم و وقتی که اونها را دعوت میدیم هم در لابلا تو را یاد کنیم انک کنت بنا بصیرا بار الهت تو نسبت به ما بینا هستی میدونی هدف ما را نیت ما را ظاهر ما را باطن ما را وقتی که اینا گفت الله تعالی اجابت فرمود این اجابت الهی است قال قد اوتیت سؤلک یا موسی سؤالات بیت داده شد یعنی خواسته هایت موافقت شد با اونها داده شدی ای موسی این بار اول نیست این لطفی که ما بهت کردیم بهت نبوت دادیم قبل از اون هم بهت لطف داشتیم الله تعالی اشاره می کند به نجات موسی و به اینکه مادرش چطور سراسیمه بود تمام اینهایی که شما بحثار شما قبلا خواندید ولی تفصیلش را در سوره قصص انشاءالله می خوانید ولقد مننا عليك مرة اخرى همانا ما بر تو احسان کردیم بار دیگر اذ اوحینا الى امک ما یوحا زمانی که ما وحی کردیم به سوی مادرت اون چی که وحی شد وحی به معنی چیه؟ القا هست الهام است در دلش انداختن است ان اقذفیه فی التابوت اینکه موسی را در تابوت در صندوقچه بینداز و قرار بده فقد فیه فی الیم بینداز اون صندوقچه را در دریا فلیلقی الیم باید دریا از سوی رب العالم که اون رب ساحل بیندازد وقتی که به ساحل بیندازد یا خود مدو ولی و عدو می این عاقب تکرار یعنی میشه میرد اون را دشمن اون دشمنی که دشمن من هست و دشمن موسی
مادر این گونه استیر داد و منی از جانب من منع کردم بر تو ای موسی محبتی، یعنی در دل مربوط بودی، مردم عزیز بودی و این باید بد رفتاری کردن، باید که می کردن. خدا تعالی یک محبت خاص از تو در دل اونها رفت سعال عیم و تخور به انجام بگیر تحت کلا و تحت حفظی من. لذا تیر الله این بند بستا این بند رزی را فرمود. دیگر این عام دیگر ارتمشی اختتو حل لکم او زمانی که شیر نمی گرفتی، سینه زن شیر در نمی گرفتی، ما خارت می رفت قول رو می گفت هل ادل لکم آیا من رانمائی کنم شمار علا من یک فلوک بر اون کسی که کفالت این رکنات کنم اون کسی که تکفیر را به احده بگیرد. زا تمام برنامه نیزه الله تعالی به نحو احسن انجام داده بود. سبحان الله، خدا چطور قدرت خودش را نشان میده، انسان ها فکر نمی کنند. فرعون که ادعای خدایی می کند، خدای از داستان نهایت مدانی و مقتل ده در به در دنبال این میگرد. خدا از وجه این را میاد در خودش زینه کاخ و بعدا در گود مادر، هم با زینه همون کاخ موسی را خدا میخواد نشون بده که شما حرکت میکنید در مقابل خدا، حرکتی از خود نشون میدید شما نشید، کاری که خود خود بکنه بر علیه شما توسط خود شما انجام میده. خود در موسی را پروز میدید، خود در موسی را پروز میشه، خدا بده میگه خدا به خدا تونید اون خدا. لذا الله می فرماید فرجعناک الى امک، ای موسی ما تو را برگردان مادر که اقرائنها تا تشمان او خونک بشه، دیگه دغدغه و ومیها داشته نباشه، هم بگیره ولا تحزنا و همچنین حزین نغمگین نشه، جوش نزند. این انعام دوم، انعام اول که نجات دادیم، انعام دومی که دوباره به مادر داریم. سفم وقتلت نفسا ای موسی فردی را کشتی، نفسی را کشتی از قوم فرعون، فنجیناک من الغم ما تراز و مصیبت و اندوه نجات دادیم، و فتناک فتونا ما آزمودیم تو را آزمایشی. لذا با اون آزمایش اونجا فرسین فی اهل مدین سالها اید میان اهل مدین عشر سنی ثم بیترین یا موسی دیما القیت تقدی و حد اندازه که یا بیای برسی سرگردان هر موسی را گم میکنه به نفس تمام میشه، می کند خیر مجهز آمی علا قدر اساسی یک حقی اندازه یعنی تغییر الهی که مقرر بود که اینجا آمدی برای نبوت و کمی ای موسا بزا وستن کلی نفسی ای موسا من تو را برای خودم ساقتم، تو مال من هستی، برای من باش و در راه من مرد باش، قوی باش. اذ انت و اخوك بآيات برت و برادت حمر آيات تنيا في ذكري در ذكر من در یاد من کوتین کنید، نه در خلوت نه در جلوت نه در تبلیغ در هیچ سوتی. الله دوست داره بندش های شورا یاد کنید، های شورا ذکر کنید. لا تنیا فی ذکری اذ هبا الى فرعون بروی شما دو پیش فرعون، این نمو تا همانا اون فرعون تویانگی کرد، اون سرکشی
کرد فقولا له قولا لنا. نکته چهار خدمت شما گفته بودم که با وجودی که فرعون سرکشترین انسان روی زمین هست و موسی علیه السلام بزرگترین و قویترین داعی دعوتگر روی زمین در اون زمان هست، اما ببینید هدایت الهی را، راهنمایی الهی را که تبلیغ باید به چه صورت باشه. تبلیغ و دعوت برای خودش یک روشی داره، ولو اینکه طرف تو بزرگترین فرعون روی زمین باشه، اونجا باید نرمش. تبلیغ باید با پرخاشگری و با احساسات و با فتوا و با تکفیر و با بلا نسبت پدر سوختگی نباشه که او را هر چی دهنت بیاد بگی، نه، باید نرمی باشه. چرا؟ هدف هم این باشه، نیت هم خیلی مهمه. یکی اینه، یکی تبلیغ میکنه طرف را میخواد خجل بکنه، میخواد شرمندهش بکنه، چنان کوبنده میگه که از اول تا آخر اثبات میکنه تو مال جهنمی، دنیای تو آخرتت خرابه، اون بدتر بر عناد قرار میگیره. این تبلیغ نیست، اون مناظره هست. روش مناظره برای داعی مناسب نیست. در قرآن مناظره عرض کردم نیست، مگر ابراهیم آخر مجبور شد نمرود را جواب بده، نمرود سرکشی کرد. در قرآن همش ادفع بالتی هی احسن هست، همش و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا هست، همش قول لین هست، ولو اینکه طرف تو بزرگترین سرکش باش. فقولا، شما هر دو به او بگوید قولا لینا، سخن نرمی، لعله یتذکر او یخشى. خدا که میدونه فرعون ایمان نمیاره، به موسی نمیگه، به موسی میگه لعله یتذکر، شاید پند بگیره، از خدا بترسه. یعنی هدف تو همین باشه، نیت تو ای داعی. و اینکه خدای تعالی برای ما بعدیها که میخواهیم از موسی تقلید بکنیم، برای ما هم ترسیم بکنه، مشخص بکنه راه این، نیت این باشه که طرف تو از خدا بترسه، خیر خواهی. بالاخره موسی علیه السلام باز هم معروضی داره، از یک مسئله بیم داره. بیمش اینه که قبل از اینکه من تبلیغ بکنم، او مرا از پای در نیاورد، اون عقده قدیمی هست، از پای در نیاورد، اون وقت من نتونم رسالتم را انجام بدم. برای خودش پروا نداره. برای چی ناراحته؟ برای اینکه وقتی وظیفه انجام نگیرد. الله میفرماید قال ربنا انا نخاف، میگه بار اله ما میترسیم، ان یفرط علینا، که بر ما تندروی کند، افراط کند، او ان یطغى، یا سرکشی بکنه. منظور چیه؟ تفسیر کبیر نوشته یفرط علینا بی الله یسمع منا، اصلا حرف ما رو گوش نکنه، اون وقت تبلیغ نمیشه. او یطغى بی ان یقتلنا، ما رو بکشد، بعدا ما یه وقتی بالاخره در انجام رسالت کوتاهی حساب نشه از ما. خدا یه طوری کن که کلام بهش برسه، پیام را بشنود، بتونه تا آخر تحمل کنه. الله میفرمای غمتون نباشه. قال لا تخافا، نترسید، اننی معكما، من با شما هستم، اسمع و ارا، همه چیز را میشنوم میبینم. فاتیاه، پیش او بیایید، فقولا، بگوید انا رسول ربک، همانا ما فرستاده شدگان ربت هستیم. فارسل معنا بنی اسرائیل. موسی دو رسالت دارد، یک رسالت مذهبی و یک رسالت اجتماعی سیاسی. یکی اینکه فرعون ترک بکند و فرعونیان غیر الله پرستی را خدا پرست بشند، و دوم اینکه آزادی که مال بنی اسرائیل هست، آزادی اجتماعی، حریت الهی که خدا بهشون آزادی داده، این را ازشون گرفته بودند، اونها را عبید خود قرار داده بودند. لذا موسی مطالبه دومش اینه که فارسل معنا بنی اسرائیل، همراه با ما بنی اسرائیل رب فرسینا، آزادن، برن برای خودشون زندگیشون داشته. تو چی کار
برای که اینا برده گفتی ولا تو عذبهم بیشتر از این شکنجهشون نده قد جئنا من ربك اي فرعون ما رب برحمتي وسلام من اتبع الهدى سلام بر اون کسی که پیروی میکند از هدایت الهی و راهنمایی الهی انا قد اوحی الینا و سلام علی الهدى ترغیب از سوی موسی انا قد اوحی ترغیب و تخویف ام فرعون انا قد اوحی الینا همانا بسوی ما وحش شده اصر العالمین انا من کذب و تولا عذاب بر اون کسی هست که تکذیب می کند و پشت می دهد لذا فرعون می قال فمن ربكم موسی موسی رب شما پس که می خواهد از موسی رب بگید که موسی من فرعون به عنوان رب قبول نداره اما موسی جواب چگونه مستدل جواب میده سبحان الله این هدایت و رحمت الله قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب ذاتی است که هر چیز را به مخلوقش داده مهدا پس او را به اون سمت راهنمایی کرده اون خیلی میفهمید کون نبود میفهمید سن بود میخواست که از لابلا سخنان موسی یه چیزی در بیاره و بر علیه موسی طبیعت سو بکنه لذا به موسی واجه موسی گفت قال فما بال قرون الاولا پس حال قرون مسیحی هست انسان های پیشی خب پدران اینها بودن پدران آبا و اجداد بودن هدف گشت این بود که موسی بگونه جهنمی هستن فرام ببین شما شکر کرد یک نوع انجا تنفری نسبت به موسی در دل قوم ایجاد کنه اما موسی در با حکمت و بسیر جواب بید من نگو تو جهنم موسی قال علمها عند ربی فی کتاب علم آن نزد لوح محفوظ در نام اعمال همه چیز تو ضبط لا يضل ربي ينسى رب فرش نمی کند لا يضل گم می کند و همچنین روش هرچی هست خدا سمی کند زفت می کنه جلبتكم الارض مهدا این ادخال هست یا بعضی میگن که ادامه سخن موسی هست توضیح بیشتری به کلی رب میده کی رب لذی جعل لکم الارض مهدا آن ذاتی است که زمین را برای شما جای راحتی قرار داد قبلا عرض کردم زمین گهواره است مهد به معنی گهواره حتی که گهواره برای طفل راحته تو گهواره میذاری چنان همیشه خوابش میبری زمین را خدا برای من راحت قرار داد تصور بکنید اگر به جای این زمین این کوهای مریخی را ما داشتیم و هیچ جای صافی نبود به جای زمین آب بود ما چکار میکردیم میتونستیم بخوابیم میتونستیم کار بکنیم اما زمین را الله گهواره و استراحت بایی هم تو زمین برای خود مخانه میسازی هم زمین را شخ میزنیم برای خود کشت و زراعت میکنیم هم در زمین برای خود راه فجاج و راه بوده میکنیم هم در زمین موتان را قبر میکنیم هر کاری خواهیم تو هم زمین میکنیم مهدن جای راحتی هست و سلکل کن فی ها سبولا با پیمود برای شما در زمین راه و انزل سما امام تمام این هایی که گفتم زمین را فراهم کرد از آسمان آب نازل خنا بیهی از واجم من نبات شتا ما بیرون کردیم داردیم به وسیله آن آب انواع نباتات مختلف از ازواج نبات شتا که شما انسان کار بکنید کلو خودتون هم بخورید استفاده کنید و رعو انعام کن و چارپایان خودتون رو هم بچرانید عرف بکنید همین نعمت ها اینا خودش
كل دليل إن في ذلك لا آيات لكل نهى إن مثلا الناس ما براي قلان براي إنسان هاي فهم صدق الله وعلى